آقای رحمانی، چند روز پیش یک مستندی از شبکه بی بی سی منتشر شد به نام کودتای خزنده آقای حسین باستانی از روزنامه‌نگاران با سابقه ایران. این مستند رو تهیه کرد، خب سرصدای بسیار زیادی ایجاد کرد، چه در محافل داخلی و چه در محافل خارج از ایران، و این در واقع کش و قوس ها همچنان هم ادامه داره و بر حال افکار عمومی و بخشی از حاکمیت هم وارد این داستان شدن و گمانه‌زنی های زیادی را انجام دادند. افرادی مثل آقای رضایی و سردار نجات از کسانی بودند که آمدن اظهار نظر کردند و رد کردند ادله‌ای که در این مستند ارائه شده. این مستند خب پرداخته به یک سری تفاوت نظرها یا اختلافاتی که خب همیشه جمهوری اسلامی ایران منکرشون این اختلافاتی بود در دوران جنگ، و همچنین در واقع اسنادی هم که مربوط به این اختلافات وجود داشت رو تا کنون ما از طرف جمهوری اسلامی ندیدیم که منتشر بشه، و تصویری که جمهوری اسلامی تا الان داده بود یک تصویر یک دست و کاملا در واقع متحدی بود که ظاهرا خب به حال جمهوری اسلامی به شکل یک پارچه در مقابل هجوم صدام یا جنگی که ایجاد شده بود ایستاده است. حالا با به حال رو شدن و منتشر شدن چون این اسنادی، خب داستان متفاوت تر هست. نظر شما رو میخواستم راجع به این مستند بدونم و اینکه خب جمهوری اسلامی ایران احتمالاً چه پاسخی میتونه داشته باشه راجع به چون این مواردی و چون این در واقع سانسورهای عمدی که در طول این سالها داشته در رابطه با واقعیت جنگ. ببینید، سریع ترین مسئله رو این مستند کودتای خزنده به سلام معروف که حالا اسمی که خود اون افراد گذاشتن و درست بودش، آقای نجات، سردار نجات بود. که افرادی که با این عامل این قضیه بودن دو دسته بود، یکی منافق نفوذی، منظور مهدی هاشمی که میگه با منافقین فرق داره، اینا منافق نظام، و یکی هم آقای منظورش حاج داوودی کریمی که آدم خوبی بود ولی به اصطلاح مطیع بهجه منتظری بود. یه سری آدم های فریب خورده ای که فهمید رفتن شهید شدن. ببینید، این برداشت سردار نجات از اون مستنده. ببینید، واقعیت نیست که مستند جدا از این که از کجا پخش شده موج داشته، به علت واقعی بودنش و یه مدار و واقعی بودنش و حرفی بودنش طوری در تشکیل نشده، درست نشده که با فوش یا توهین اصل مسئله چیز ببره، سوال جلوی به صلاح مخاطب گذاشته. و خب دیگه مقطعی مهمی هم از تاریخ ایران این رخ داده، این واقعی بوده. منم خودم که زندان بودم با یکی از این نیروهای نزدیک به مهدی هاشمی چیزی شبیه به اینه شنیده بودم. این اتفاق در سپاه پاسداران ایران افتاده و افرادی در اون مقطع جنگ به بهانه شرایط جنگی تصفیه شدن. خب حالا بحث اینه که یک مشکلی که ما داریم جمهوری اسلامی که اسناد رو نمیکنه. شما اگر از جاهای مختلف بتوانید سوال ایجاد کنید و ذهنها رو درست کنید، یه مقدار مسائل تاریخی ایران رو میشه. شما دقت کنید، در هر روزی و هر بهانه‌ای با آیت الله منتظری به عنوان یک آدم ساده‌لوح و بیشعور و کم شعور حمله میشه. در سایت مشرق، در تلویزیون، حتی الان کار به جایی رسیدن که هاشمی هم دارن تو اخبارشان رو هضم میکنن. حکومتی که با حزم ادامه داده، این مستندها ذهن مخاطب جوان ما رو که حافظه تاریخی نداره به یه نکاتی متوجه میکنم که دهه 60 چه خبر بوده است، که هم اصلاح طلبها دوست ندارن دهه 60 باز بشود، هم حکومت. اصلاح طلبها از باز شدن دهه 60 به شکل جزئی هیچ وقت دوست ندارن. مثلا ما میدانیم خب این اصلاح طلبها ادامه 60 اطلاعات جزئی تری دارن، هیچ وقت سخنی نمیگن. و همین خاطر اگه شما به این مسئله توجه بکنید، این مستند یک نکته میگه. مثال دارم میزنم، آیت الله منتظری 5 مهر 1360 وقتی سازمان مجاهدین خلق در تهران تظاهرات مسلحانه میکرده و بعد در زندان اینا رو میگرفتن فوری اعدام میکردن، آیت الله منتظری میآید به سلام معروف از حکومت با آقای خمینی نامه می نویسد، میگه اعدام ها بی رویه است، یعنی همون کاری که بازرگان در مجلس کرده. حالا خب یه سری میان به بازرگان حمله بکنن، تو سکوت کردی فلان، ایشان نماینده مجلس در اوج مبارزات
مثلا مسلحانه چریکی مجاهدین قوه قضاییه ایرانه به رفتار عدالت طلبانه میخواند، ضمنی که مشی چریکی هم رفت میکند ترورها. ببینید اینا، این مستند در این حال نشان میده در سپاه پاسداران ایران افرادی بودن که این گلی کشتن انسانها، شهید شدن افراد برای وطن، نه که میگفتن نه جنگیم، میگفتن ما باید درست بجنگیم که نیرو به سلا نیرو حفظ بشه، نه که فقط عملیات انجام بدیم. شما ببینید در همین مستند کلمات آقای هاشمی رفسنجانی، برید خلاص باید عملیات انجام بدید، توکل کنید. الان سپاه پاسداران توکل میکنند، موشک ها دقت موشک های دوربرد رو توکل ساخته شده. بله توکل انگیزه میده، ولی دقت فنی که رفتی به توکل نداره. تو اون مستند آقای بهمنی میگه ما ستاد داریم، ولی ستادش دانش نظامی نداره، دانش جنگی نداره. و یک نکته، تمام اون فرماندهانی که اونجا مورد سوالم بعدها به سیستم امنیتی منتقل میشن و فرماندهان خلاق تو اینا نیست. خیلی مهمه، نه محسن رضایی، نه سردار نژادی، نه همیشه امنیتی. و از یک طرف دیگه نگاه سیاسی عقیدتی بسیار خواستگرا که حتی بهشتی هم بر نمیتابیدن. خب این نگاه دقیقا نشان میده که یکی از عوامل مشکلات داخلی جنگ این بوده. بعد من شما رو ارجاع میدم به اون فرمان خمینی بعد از فرمان کشتار مجاهدین. بین کشتار آقا خمینی سه تا فرمان مرگ داده، فرمان دومش برای فرماندهان سپاهی که قصور کردن بعد از پذیرش قطعنامه. پس نشان میدهد که این جریانی که در سپاه حاکم بود شده است در این شکست های نظامی هم نقش داشته دیگه. مستند بعدی به نظر من باید ببینیم که نقش فرماندهان سپاه، ببین اینا همش با عمده کردن اینکه عراق اسلحه داشته، عراق فلان داشته، عراق حمایت جهانی میشده، همه اینا قبول، ولی بحث اینه که فرماندهان سپاه هم نقش داشتن دیگه. جنگ های مقاومت ویتنام هم هست دیگه. این چرا آقای خمینی حکم میدهد که فرمانده های سپاه هم محاکمه شن و آقای هاشمی رفسنجانی مانع میشه؟ از جمله همین آقای رحیم صفوی هم جزوش بوده. خب پس نشان میده اون مستند باید بیاید وصل بشود به یک مستند دیگه ای. به نظر من که خب باید کسی امکانات داشته باشه بسازه. خب نقش فرماندهان سپاه در ناکامی در اون زمان و بعد سرنوشت این فرماندهان که عمدتا میان تو شاخه های نه نظامی، جایی که تخصصشان نیست، بلکه میان تو شاخه های امنیتی فعال میشن، مثل همین آقای سردار نجات. پس این مستند یک مستند قابل توجهی است که باید مستندهای بعد ساخته شه، زمینی که شما در جمهوری اسلامی شبکه مستند داری داره سیستماتیک کل تاریخ انقلاب و قبل از انقلاب رو تحریف میکنه. و در مقابلی باید این ذهن یک چیزایی ساخته بشه و توضیح بدن که بابا این روایت یک طرفه از بودجه عمومی که مستندهای گران قیمت با آرشیو کامل در اختیار طرف قرار میگیره تا از بازرگان یک سازشکار آمریکایی بسازه، انگار اصلا مبارزه نکرده. مثلا از بختیار فقط اون 25 روزش مثلا روایت کنه، از فلان گروه سیاسی فقط از اون وقتی که نظام باش مشکل داشته براش تاریخ تولد بنویسه و حتی کارش به کسی برسه که هاشمی رفسنجانی که همه رو حذف کرده الان دارن خود هاشمی رفسنجانی حذف میکنن. خب شما به یه سری مستندای نیاز داری که بی طرفدار باشن، یه مدار واقعیت بدن، توضیح بدن و این مسترد در این چارچوب باید دید. و به این خاطر اثرگذاریش هم به خاطر لحن نوع روایت و انتخاب نوع سوژه است.